فرمول‌ها در ستون‌های پنجره ورکشیت. در این بخش از آموزش می‌خوام در مورد نحوه وارد کردن فرمول‌ها و محاسبه داده‌هامون که در ستون‌های پنجره ورکشیت وارد می‌کنیم صحبت کنم. فرمول‌ها به ما اجازه تعریف اطلاعات در یک ستون به عنوان یک تابع دیتا در ستون دیگر رو میده. به چه معنی؟ به این معنی که شما وقتی داده‌هایی رو در داخل ستون‌های پنجره ورکشیت دارید، میتونید با استفاده از فرمولی که به این ستون‌ها اختصاص میدین اون رو در یک ستون دیگه‌ای داشته باشید. برای مثال اگه شما تور رو در ستون C1 داشته باشین و متغیر L رو برای اون تعریف کنید و برای عرض متغیر W رو تعریف کنید و در ستون C2 قرار بدین، اگر بخوایم مساحت اون به صورت اتوماتیک محاسبه بشه در یک ستون دیگه به نام اریا یا هر اسم دیگه که مد نظر شماست، اطلاعات مربوط به ستون C1 و C2 بر اساس فرمولی که تعریف می‌کنیم در ستون C3 ذخیره میشه. وقتی که مقادیری رو ما در L یا W تغییر میدیم، ستون اریا هم به صورت خودکار آپدیت میشه و اطلاعات رو بر اساس تغییری که در ستون‌های C1 و C2 داریم برای ما نشون میده. نکته که اینجا باید بگم اینه که ما یک فرمول رو به یک ستون اختصاص میدیم، نه به یک سلول منفرد. یک فرمول اختصاص داده شده به یک ستون نمیتونه به همون ستون به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اشاره کنه. برای مثال ما نمیتونیم فرموله، حالا من فرمول رو در این ستون مینویسم ولی نوشتن فرمول مکانش جای دیگه است. در اینجا برای اینکه بهتر مشخص بشه در این سلول یک فرمول رو مینویسم. ما نمیتونیم فرمول 2 ضرب در C1 رو به ستون C1 اختصاص بدیم. چرا؟ چون ستون C1 نمیتونه هم مقادیر خودش رو داشته باشه و هم یک مقدار دیگه ای ما براش تعریف کنیم. این فرمول رو از این قسمت پاک میکنم. اما اگه بخوایم یک فرمول رو به یک ستون اختصاص بدیم، برای مثال فرمول رو میخوایم به ستون C3 اختصاص بدیم، روی متغیر کلیک میکنیم و سلول اون رو انتخاب میکنیم. وارد منوی ادیتور میشیم، زیر منوی فرمولاز رو انتخاب میکنیم، لیستی باز میشه و assign formula to column رو انتخاب میکنیم. وقتی که انتخاب میکنیم کادری در اینجا برای ما باز میشه که مشخص میکنه که ما این کادر رو برای ستون C3 که متغیر اریا رو به اون نسبت دادیم باز شده. در قسمت سمت چپ کادری رو داریم که ستونهای C1 و C2 که با متغیرهای L و W نامگذاری شده رو برای ما مشخص کرده. در قسمت سمت راست کادری داریم که از ما میخواد عبارتی رو که میخوایم به عنوان فرمول برای ستون C3 اختصاص بدیم رو در اینجا تایپ کنیم. در اینجا میتونم فرمول رو به این صورت تایپ کنم: L ضرب در W، که این نماد ضرب در رو میتونم از صفحه کلیک که همون استار هست وارد کنم و یا از این قسمت که شبیه یک ماشین حساب هست نماد ضرب که ستاره هست رو مشخص کنم و فرمول رو کامل کنم، یا میتونم به جای L ضرب در W همون ID ستون ها یعنی C1 ضرب در C2 رو وارد کنم و اوکی کنم. همونطور که در اینجا مشاهده میشه یک ضرب در قرمز رنگ در بالای ستون C3 مشخص شده که اگه من نشانگر موس رو روی اون ببرم تول تیپی باز میشه که میگه مساحت برابر است با L ضرب در W و متغیر S رو به صورت خودکار برای اون تعریف کرده. اما این یک اروری داده، میگه که ستون خالیه، یا تعریف نشده یا ثوابت در S به صورت غیر معتبر ذخیره شده، که این به این صورت تعریف میشه که چون ما در ستون‌های C1 و C2 هیچ داده‌ای رو تعریف نکردیم، ستون C3 که باید عملیاتی رو انجام بده خالیه. برای اینکه این علامت ضرب در رو برداریم، میام یک سری مقادیر به صورت دستی وارد ستون‌ها می‌کنم و برای W و همونطور که مشخص هست از ضرب این دو مساحت مشخص میشه و ضرب در به یک تیک سبز
تغییر پیدا میکنه. اگر ما ورکشیتی داشته باشیم که شامل داده های مختلفی باشه، اگر متنی باشه، در کنار آیدی خط تیره تی مشخص میشه. اگر دادمو از نوع زمانی یا تاریخی باشه، در کنار آیدیمو خط تیره دی مشخص میشه. اگر در کنار آیدی ستون هیچ علامت اضافه وجود نداشته باشه، یعنی اون دادمون از نوع عددیه. اما اگر در ستونمون یک تیک سبز به این صورت مشخص بشه، یعنی اون ستون دارای یک فرموله و ما به این ترتیب یک فرمول رو به این ستون اختصاص دادیم. یک نکته که باید اینجا بگم اینه که مجددا وارد منوی ادیتور میشیم، فرمولایز، و از زیر منوی اون ریموف فرمولاس فرام سلکت کارامیتون، اگه اینو بزنیم اون فرمولی که ما به این ستون اختصاص دادیم برداشته میشه. یک چک باکسی هم در این قسمت وجود داره که میگه که همه نتایج رو وقتی که فرمول ها داده ها رو تغییر بدن اونم تغییر پیدا میکنه، که به این معنیه که تمام نتایج فرمول ها رو وقتی که داده ها تغییر میکنن و آپدیت میکنن. اگر نخواسته باشیم همچین آپدیتی برای ما انجام بشه، تیک این گزینه رو برمیداریم و آپدیت اون به صورت خودکار انجام نمیشه. ما برای اینکه فرمولی که به این ستون اختصاص میدیم رو ببینیم، برای مثال فرض کنیم مجددا ما این ورکشیت رو برای یک کاربر دیگه ارسال کردیم و اون کاربر میخواد ببینه که چه فرمولی رو ما به این اختصاص دادیم. یکی از روشان که نشانگر موس رو روی تیک سبز ببریم و تول تیپی باز میشه که مشخص میکنه اریا برابر است با طول L ضرب در عرض W و این فرمولی است که اختصاص دادیم بهش. روش دیگه ای هم که برای نمایش این فرمول هست به این صورته که وارد منوی ادیت میشیم و گزینه کامند لاین ادیتور رو انتخاب میکنیم و در اینجا من اینفو رو تایپ میکنم و در نهایت روی سابمیت کامند کلیک میکنم. منتظر میمونم و همونطوری که مشاهده میشه در پنجره سیشن اطلاعات مربوط به ورکشیت رو نمایش میده که ستونها زده، ستونها شامل C1, C2, C3 که آیدی های ستونها هستش، count یعنی تعداد داده هایی که در ستونها وجود داره، یعنی در ستون C1 سه داده، در ستون C2 سه داده و در ستون C3 هم سه داده. نیم منظور همون نام متغیری هستش که ما به ستون ها نسبت دادیم. L که طول، W عرض، اریا هم مساحتشه و فرمولی که اختصاص دادیم به ستون، وریبل یعنی متغیرمون اریاه، فرمولش هم L ضرب در W هستش و پیغامی هم که پایین نوشته میگه که فرمول ها به صورت خودکار آپدیت شدن. برای اینکه این اطلاعات موجود در سیشن رو حذف کنم، وقتی که موس رو وارد این ناحیه میکنم کادر مشخص میشه و گزینه‌ای به اسم منو که وقتی که روی نشانگر مثلث اون کلیک کنم لیستی باز میشه که نشون میده که من میتونم این اطلاعاتی که در پنجره سیشن نمایش داده شده رو کات کنم یا کپی کنم، حذف کنم، یا بزرگتر کنم یا کوچکتر، و یا وارد یک برنامه ورد و یک برنامه پاورپوینت کنم یا یک نکته رو بهش اضافه کنم. هر کدوم از این موارد رو که مد نظر ماست میتونیم انجام بدیم. من میخوام این نوع اطلاعات رو از پنجره سیشن خودم حذف کنم، بنابراین دیلیت رو انتخاب میکنم. همچنین میتونیم از دکمه دیلیت در صفحه کلید خودمون استفاده کنیم. اما اگه بخوایم فرمول هامون با هر زمانی که داده ها تغییر میکنن تغییر نکنه، یا به عبارتی من اینو داده ها رو که وارد کردم فقط برای همین یک بار محاسبه بشه و وقتی که برای مثال من این داده رو تغییر میدم این عدد تغییر نکنه و فقط یک بار این محاسبه برای ما انجام بشه، برای این کار همونطوری که گفتم وارد منوی ادیتور میشیم، از زیر منوی فرمولاز تیک این گزینه رو برمیداریم. وقتی که تیک گزینه رو برداریم چه اتفاقی میفته؟ من قرار بود این فرمول رو فقط برای یک بار وارد کردن داده ها اعمال کنم روی داده ها و برای زمانی که هر کدوم از این داده ها تغییر میکنه دیگه اون فرمول محاسبه نشه. برای مثال اگه من بیام یکی از این داده ها رو تغییر بدم، میبینیم که داده تغییر کرده، از 5 به 3 تغییر دادم، ولی مساحت
تغییری نکرد و همینطور که میبینیم نماد مثلث زرد در بالای این ستون نمایان شد که این نشون میده که این فرمول و این محاسبات مربوط به این عملیات فقط یک بار اجازه انجام داره و با تغییر داده ها اعمال نمیشه. تا اینجا در مورد نحوه وارد کردن فرمول در پنجره ورکشیت و محاسبات و شرایطی که میتونیم برای اون اعمال کنیم صحبت کردم.